عربستان سعودی در نیمه اول سال 2024 شاهد افزایش شدید تعداد اعدام ها بود که انتقادات گسترده ای را از سوی سازمان های حقوق بشری برانگیخت. به گزارش همکارم در رابطه با افزایش اعدام ها در عربستان و واکنش نهادهای حقوق بشری در رابطه توجه فرمایید. علیرغم تعهد دولت سعودی برای بهبود شرایط حقوق بشر، گزارش حاکی از افزایش حدود 42% اعدام ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. بر اساس گزارش که سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان سعودی منتشر کرده است، تا تاریخ 15 ژوئیه 2024 100 حکم اعدام شامل 98 مرد و 2 زن به اتهاماتی همچون قتل، تروریسم و مواد مخدر اجرا شده است. این تعداد در مقایسه با 70 اعدام ثبت شده در مدت مشابه در سال 2023 افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. کنتراس، مدیر اجرایی سابق دیدبان حقوق بشر، در این رابطه گفت که بسیاری از این اعدام‌ها در عربستان سعودی بر اساس اتهام‌های سیاسی مانند به خطر انداختن وحدت ملی یا تضعیف امنیت اجتماعی اجرا شدند که همین امر باعث ایجاد تردید در مورد عادلانه بودن این گونه دادرسی ها می شود. راست تاکید کرد که استفاده از سیستم قضایی برای ساکت کردن مخالفان کاملا با تعهدهای اعلام شده عربستان سعودی برای بهبود حقوق بشر ناسازگار است. تحلیلگران معتقدند این افزایش تعداد اعدام ها در تضاد با چشم انداز 2030 سعودی است که توسط محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در سال 2017 پایه‌گذاری شد و هدف آن تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان و کاهش وابستگی به نفت از طریق تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ترویج گردشگری غیر مذهبی است. علیرغم اصلاحات اجتماعی که به زنان امکان رانندگی و کار و فعالیت در زمینه‌های مختلف را می‌دهد، افزایش اعدام‌ها تردیدهایی را در مورد جدی بودن این اصلاحات ایجاد می‌کند. حالا بنت مزید از توجری، رئیس کمیسیون حقوق بشر در عربستان سعودی، در اوایل ماه جاری تصریح کرد که عربستان سعودی مصمم است به سمت دستیابی به بهترین استانداردهای بین المللی در حمایت و ارتقای حقوق بشر حرکت کند. با این حال، علی الدبیسی، رئیس سازمان اروپایی حقوق بشر سعودی، این اظهارات را پوچ و بدون پشتوانه لازم توصیف کرد و خاطر نشان کرد که حقوق بشر واقعی مستلزم انتقاد و پاسخگویی است. جوی شی، پژوهشگر امور عربستان در دیدبان حقوق بشر نیز، از صرف نظر کردن دولت سعودی از وعده های خود نسبت به محدود کردن استفاده از مجازات اعدام برای جنایات غیر خشونت‌آمیز ابراز تأسف کرد. وی در ادامه گفت ما شاهد نتیجه کاملاً برعکس این روند بودیم که نشان می‌دهد سیستم قضایی عربستان به شکل بهت‌آور و باور نکردنی خودسر و بی‌رحمان است. در سال 2023 عربستان سعودی 172 نفر را اعدام کرده که نسبت به سال 2021 سه برابر و نسبت به سال 2020 7 برابر شده است. این افزایش به دلیل از سرگیری اجرای احکام اعدام برای جرایم مواد مخدر پس از پایان تعلیق آنها در نوامبر 2022 صورت گرفته است. گزارش حاکی از آن است که 66 مورد از 100 اعدام در سال 2024 مربوط به قتل بوده، در حالی که 34 مورد باقی مانده مربوط به جرایم مربوط به تروریسم و مواد مخدر بوده است. این تعداد با افزایش اعمال مقررات تعزیر تشدید شده که تعیین مجازات را بر عهده قضات می‌گذارد. لینا الحزلول از سازمان عدالت حقوقی در این زمینه گفت افزایش آزادی بیان در عربستان سعودی ممکن است به بهبود چشمگیر شرایط حقوق بشر کمک کند. وی بر اهمیت داشتن یک سیستم کنترل و تعادل مکانیسم‌ها و پاسخگویی تاکید کرد. الحزلول تأکید کرد که اگر مقامات سعودی به ساکت کردن منتقدان ادامه دهند و سرکوب خود را تشدید کنند، جامعه بین المللی باید دولت عربستان سعودی را در قبال نقض حقوق بشر پاسخگو کند. تحلیلگران اعتقاد دارند که تحولات اخیر در عربستان نیاز فوری به بازنگری در سیاست‌ها و رویه‌های مرتبط با حقوق بشر و تضمین عدالت و شفافیت در سیستم قضایی مطابق با استانداردهای بین المللی را
ضروری ساخته است. برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای سید نادر آموزگار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تهران همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای آموزگار، دلیل رفتار دوگانه عربستان که از یک سو ادعای اصلاحات در کشور دارد و از سوی دیگر مسائلی نظیر افزایش گسترده اهدامات در این کشور را در چه می‌بینید؟ سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیزتون و تسلیت به مناسبت عاشورای حسینی. خسته نباشین. موضوعی رو که مورد بررسی قرار دادین اعدام‌ها در عربستان سعودی و نارضایتی که کلا در اونجا هستش، دو تا علت عمده میتونه داشته باشه. این اصلاحاتی که بن سلمان آغاز کرده شامل یک مقدار بیبندوباری از جمله نمایش های مد و نمایش های و فستیوال های موسیقی غیره از این که در جامعه نیمه سنتی عربستان سعودی مخالفانی داره طبیعتاً و اعتراضاتی یک از یک بود در این جهت هست. اعتراضات دیگه نبود آزادی بیان و آزادی‌های اجتماعی هستش که طبیعتاً در جامعه تک صدایی عربستان وجود نداره. اینم یه سری ناراضی دیگه. بعد کسایی رو که اعدام میکنن، مثلا میبینیم یک معلم بازنشسته رو به جرم زدن 3 توییت اعدام کردن در اونجا، یا یه مربی ورزش رو به 11 سال زندان محکوم کردن. تعدادی از اعدامی ها از بین نظامی ها هستن که متهم به همکاری با اجنبی میشن و به طور کلی دستگاه قضایی عربستان سعودی هم مثل دستگاه سیاسیش از شفافیت چندانی برخوردار نیست. به همین خاطر البته تو همین گزارش سازمان ملل هم می‌بینیم که عربستان بعد از چین و ایران میگن بالاترین آمار اعدام رو دارن و نمیشه که ما بعضی جاها رو در واقع در نظر بگیریم، بعضی جاهای دیگر رو در نظر نگیریم. بله، سپاس از شما. این مشکل رو. سید نادر آموزگار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تهران.